جست با پنجامه عزت کنی سلام گل گلا مهدی یه چای واسه آقا حسن الو عماد خبر نداری؟ هنوز پیداش نشده الو به مشتری سوگلی تو چی چای میدی؟ من اهل تبریز نیستم واسه شما هم تو همون استکانی چای میدم که به همه میدم آه دم شما چند دست استکان فرانسوی رسیده دستم مفت اومد به کارت میاد فرانسه؟ فرانسه که دربکی نداره که بعدشم بدی دست مشتری روش زیاد میشه او وقت قلیونش هم میگه باید ناصری باشه وگرنه نمیکشم حالا بیا برو درستش کن من آقا میگم یک کاش این رادیوت هم عوض کنی یه ضبط و کاسته بخری هم مشتری پسنده هم یه کاستش هم به خونه خونده دیگه درست او وقت اسمش قهوه خونه نیست که هتل نادریه احمد آقا مخلص چطوری هستن من بریم سهتی سه تا خونسار و سه امان بفهم خسته نباشی داشت خسته مال دشمنه یه کاری باید داشتم آقای ما بدهی سیفی رو هر وقت دادی ما در خدمتی خوبه که تو محل همه حالم خبر دارن ها نون تو خبره اسد جون بی خبر باشی هر پنبه ای سرت کلا میزنه به حرمت سالایی که با هم همکلاس بودیم احترام میگرده داداش یادش بخیر میذاشتی میشنم دروازه حریف همه رو دیریب میکردیم گل خالی رو میدادیم میکرد تو گل هنوزم فکر میکنی فوتباله داریم پروینه بگم حرفامو یا پشتم برم بچه ها مشتاق کلامت هم حرف بزن برامون یه پیشنهاد کاری واسه دارم یه جور معامله آها اینه رد کنیم بیاد میرم سریع رد کن بیاد ده بجام ده بجام نون تو خبر اسد جون خبر داشتم امرو چشو بازار در آوردی امرو که دیدمت فهمیدم اومدی یه مش منجل تقلبی رو بنزی به هم به اینا گفتم گفتن نه رود 100 تومن شرط بستم که شکر خدا رو سفیدم کردی چایی امروزت هم مهمون من اسد پنبه نگفتی چی کارم داری؟ باشه واسه بر به حرمت سالایی که همکلاسی بودیم با این معاملات هستی یه بارم یه تقلب بهم رسوندی که باز فرصت جبران میکرد یه وان جنسه هرچی که بگی تو هرچی که بگی سرجم خریدمشون 170,000 تومان که همشم قرض قولی مرده 170,000 تومان پولشو دارم 15,200 هم به سیفی بده کارم سرجم 185,200 بده همش مال تو آ تصدیقت باطل بخواه چیکار؟ بدش من بیا همین الان با کوروش میره انبار یه وانت ازش تحویل میگیری اصلی میری بارتو میزنی توش شبونه میبری انبار تحویل میدی این تصدیق هم میمونه اینجا گرویی که وانت سالم بره سالم بیاد من مزاحم شما نمیشم داشت خودم وانت گرایی میکنم وانت غریبه غلط کرده بخواد بیاد سر از کار ما در بیاره هر جو سلاحته پس شب که بیام حساب ها میدی دیگه
پنج شنبه به پنج شنبه میای همینجا میشینی حساب کتاب میکنیم، پول تو خورد خورد میگیری. 170,000 تومان جنس تو اگه بالای 300 بفروشم، همونی که خواستی، یعنی 185,200 گیرت میاد. اگه زیر قیمت بفروشم 30% حق العمل برمیدارم، باقیشو بهت میدم. یعنی کلش امشب نمیدی؟ به خیال بچه زرنگ تهرونی پنبه. مغز خر خوردم 185,200 بدم بابت یه مش پرت و پلا. بونجل تقلبی به خیالت آسون فروختنش؟ 1,000 تا دنگ و فنگ داره. باز بری اون سر تهرون به یارو 100 تا فن بزنی، جنستو بندازی بهشو بزنی به چاک، یارو گیرت بندازه تیک بزرگیت دماغته. یه قلیون میخوای بکشی همش باید نگات به در باشه، یه موقع نریزن تو قیمت کنن. حالا مأمور بازی و جریمه و شلاقش به کنار، چیکار میکنی؟ میری با کوروش یا میری سر میز خودت؟ حداقل مرامی 15,200 بده بدم به این سفی شهرشو بخوام. خریتشو تو میکنی، جورشو من باید بکشم. بکنش 10 قسط، بگو جمعه به جمعه بیاد همینجا از من بگیره. 10 هفته؟ بهش گفتم 24 ساعت به مهلت بده کوبونمون به دیوار. اگه بگم 10 هفته که میکنم زیر خاک. پس خدا بیا منزدهت. بیا، اینم تصدیقت. بابا بیا پیش خود باشه. کوروش بریم. بریم داداش. بخوای جنساتو تحویل مردم بدی که شب شده. خب بشه خب معامله شبونه یه پاش میگنگه، آدم کار سالمو تو روز روشن انجام میده. خاطر جمع باشه خانم جان، معاملم سالمه. خدا کنه، حتما خودت بهتر میدونی. فقط خواستم اینو بهت بگم بدونی که اگر اندفعه گیر کنی، خدا شاهده دیگه از رهتم بر نمیاد. 170,000 تومن بهت بدم که تو بدی دست مردم. خب جای کاری خانون جان، این دفعه اگه روسفید نشم پسر فضلی خان نیستم. حالا واسه تماشا کن ببینیم و تعریف کن. برو دیگه، برو به سلامت. مخلصم سیفی جون. وایسا ببینم. زود برمیگردم داداش. همین امروز فردا پولتو میدم. وایسا. اسد پامبه. وایسا. چی میبینی بابا؟ وایسا. بهت میگم وایسا. اسد. وایسا گفتم. اسد. نفتیه. نفتیه. برو کنار. دیگه آقا برو دیگه. برو کنار آقا، من راحت بشم. منم این پیشونی هست در میری زندت نمیذارم. داداش کل قضیه سوء تفاهم بود، الان واسه توضیح میدم. توضیح. اول گردن تو میشکنم عبرت این محل بشه، دوم زنده میکشم. سیفی آقا واسه توضیح میدم. کریم کورانی که داره من کجا میری؟ نبر ماشین رو چرکی؟ ماشین برای مردمه، وایسا! برسونم داشت سر. مخلصیم داشت. مامور بله، باز کار دارم. جونم بگو، یه پیغون میخوام برسونیم داشت.
باشه اگه پیغومت خلافه بی خیال شو. اینه که آینه ما تازه از حبس در اومده. موتور خودته؟ باله نه، امروز صبح خریدمش. فابریک ژاپن. چرخش به چرخه واسه. باشه اگه چشت گرفته برش دار. 4 تومن می‌ذارم روش می‌فروشم به. راست میگی؟ بذار باشه چرخ بزنم ببینم کمکاش سالمه. شک نکن سالمه. حالا داری پولشو بدی؟ چرا ندارم. موتور فعلا دارانداران دست سیفیه. اسد فقط زود برگردی. خب برم هزار دستگاه رو کم کنی. دوباره هزار دستگاه میام تبریک. یعنی چی؟ که کشتی نشکسته گذاشتم لایی در شکوندمش معنیش اینه که اهل زده خوردم به خیالت بچه زننگ تروری داداش این جنس همش تقلبیه دوزارم گیره نمیام دیدی گفتم میخوای فرار کنی بزنی به چار به جون مادرم داشته میرفتم بفروشنش به امام بدتر دیگه اون که با همه قسمی کار میکنه با این چیزی که میگی تا 3 ماه دیگه یه قرون پول دستم نمیام میدم سیفی به دجون مادرم تو 2 سال زیگه باید میرم ببین من دارم میرم سلوهون این جنس ها رو تو باقه عموم خالی کنم اون 3 روزی هم که میخوای بهت مولد میدم اگه پولم آورد این جنس ها رو تحویل میگیری و الا به جون مادرم همه رو میریزم تو رودخونه کن ببین بعدم دوباره میام میشینم جلو خونه تو پولم رو پس میگیرم بره حسابی من اگه میخواستم پول تو رو بخورم الان گوه مامانم نمیدادم بهت گروهی چه بزن بقل بابا من که عمرن اگر بهت پس بدم اون سود پولمه بزن بقل به سلامت آجی خسته نباشی گردو کیلو چنده؟ 5 تومن 3 تا بده و اما یه وانت نهید جا داره بره بالا قرمز باشه دیدم جدی میگی؟ عجب سرعتی داشته کی رفت؟ 2 ساعتی میشه رفته بالا 2 ساعت؟ هر گردی که گردو نیست قربت برم و خودش من برگشتن میام گردوها رو میگیرم خودش دارم نزدیک بود بزنم بکشمت بی منطقه نفهم سیفی جون یا مرگ یا زندگی شرمنده داداش نمیتونم بزنم جنس ما ببری اه؟ مثل این که تو درست این گوشا رو نهیدی یاکو من تصمیم خودم رو گرفتم یا همین الان سوال موتور میشی میری 1000 دستگاه تحویل صاحبش میدی وانتو من میبرم یا فقط یکیمون زنده برمیگرده تهران باشه بگو صبح یکی بیاد تیکهاتو از ته این دره جمع کنه ببین داداش من کتک خورم خوبه ولی بدون 2 تا بخورم یکی میزنم ها
هم میخواستی نارو بزنی. بیا بیرون ببینم. حقته، به خیالت با یه آدم پچول طرفی؟ موتور 90000 دستگاه با داش محمود طرفی. میدونی که تازه از حبس در منه، به غیر جفت گوشاش دماغش هم شکسته. وایسینا سیفی کمرم. ماشین سیفی، سیفی ماشین، ماشینت میکنم. بابا قراره بلش ماشین رو بچست، اصلا ماشین همه بارو بالاش بارو خود برم کن. میخوایی بازم خرم کنی؟ آره اگه خر نبودم تمام پس اندازم اونه میدم اصد پم ببرم کاسه میکنه. بابا ماشین بایستا سفی، سفی بگیرش، سفی سفی نمیتونم بایستا دردک اصد سفی سفی بگیرش بایستا بدبختم کردی سیفی، به جون مادرم به خاک سیاه میشوند. میخوای ازم شکایت کنی؟ نه پا، خیال کردی ولت میکنم. خری دیگه، میخوای بری بهشون بگی یه وانت جنس قاچاق و سیف الله فرستادش تایی دره؟ میگیرم پدرتو در میارم. آدم عجیب میکنم ببرند بیابونای استادیوم شقت کنند. مال این حرفا نیستی، ولی حق داری دق و دلی تو خالی کنی. بی بگی چیکارش کنم؟ بزن دیگه، دق و دلی تو خالی کن، سر و به پا هر جا دیگه دلت خواست بزن. میزنی یا بزنم؟ صاف کن، صاف کن. بیا این علنگوی مادرت، حالا بزن. Good.
خواستم یه هزار دستگاه متاش تا سفیر برسم در موقع یه خود دیر شد. موتور خوبیه، کمکاشم سالمه، سالم بود، همون چهار تومنی که گفتی رو بکش روش. موتور مال من، سر برجم یه قسط اولش بگیر. دیر وقته وگرنه تعارفت میکردم بیه توی چایی بزن وایز. یهاشم گفت اگه بفروشی بسد سرتو میبرم میذارم رو سینت. چرا میمن چمه؟ گفت اصلا اینو گاو پیشونی سفیده، هر کس بهش داده دیگه نتونسته پس بگیره. محمود احترام بزرگترتو نگه دار، برم خونه کارمو ساخته. حالا یه امشب یه جا سر کن، خودم فردا میرم سراغش. فردا خودش میاد سراغت. راست میگی؟ بهتره فردا خونه نباشی. با جنابات گذاشتم بهتری دکده المپیک، بعد نیه سربش بزنی. آدم جوم بهم آفت نداره. خانم جان گفت دو سه روز بر نمیگردی. چرا نخوابیدی؟ اگه من میخوابیدم خانم جان بیدار میموند. واسه چی؟ واسه اینکه ببینیم تکلیفت چی میشه. محمود پسر عباس آقا به خانم جان گفته تا برنگردیدم در میمونم از ترس داداشش. برسنمش رفت، گفته موتورشو ناغافل قاپیدی و در رفت. بیرا گفته بسه ببرم بخوابونم اتاقا. چون تو که سر شبی با وانت رفتی، چه کارت با موتور مردم بود؟ کلید نکن آقا جون، نه ندارم. دارم میبینم، لاشه یه موتورم دیدم که گذاشتی گوشه یه حیات. وانتو چی کارش کردی؟ جنسات چی شد؟ میخوای بدونی که چی بشه؟ پسرمی ندونم که با خودت داری چی کار میکنی؟ از پدری همین واسه همون داری که سوال پیچه میکن. آبرو هم دارم که تو داری خورد خورد از بین میبریش. خانم جان میگه تو محل شدیم نقل این و اون، همه قصه منو میگن و هرو کر میکن. همه غلط میکنم. باعثش تویی که یه خط در بیون غلط داری میری. من رام همینی که هست، یا بس بشینم ور دلت دوتایی مصنوی بخونیم فال حافظ بگیریم، یا بس یه تنه جور جفته اونو بکشم که هم از در بیم. جور جفتمون؟ آره آقا جون بیا بذارم از سر جات، گیج خوابم بخوادم. جوابمو بدی. دردم سنگین ترم. منو سبک کردی و میخوای بری بخواب. جوونی کردم، غلط کردم، خوبه؟ یه دست من زور گردنم. آقا جون گریه نکن، من خودم دلم پره به قرآن. آقا جون اگه سرمایه ندادم دستت، نداشتم که بدم. خیال میکردم با این که زمین گیرم پدر خوبی بودم برات. نگو
اگه سرمایه دست بچت ندی انگار یتیم بار اومدی. برعکس چیزی که تو فکر میکنی، من به اینی که زمین گیرم افتخار میکنم. تو هم اگه میدونستی که قصه من چیه، خیال نمی کردی که جور منم تو داری می کشی. نمیفهم چی میگی آقا جون. میدونم یه حرف نگفته ایه که صلاح نمیدونم بهت بگم، چون تو صلاحیتشو نداری بابا. 10 سال دارم همین جمله رو میشنوم، نهیدم تو حالا بابایی که اینقدر رمز و رازی با بچهش حرف بزنه. ولی خب بالاخره که یه روز مجبور میشیم. علنگوی خانم جان هنوز دست مردمه. ازش گرفتم. چی خوردم به سر خورد؟ یعنی همین که شنیدی دیگه. سیفی منو کوبون به ماشین، ماشین سر خورد رفته در. جون اسد راستشو بگو، باز چه کافی دادی میخوای لاپوشونی کنی؟ آقا لاپوشونی کدومه؟ نمیبینی اون موتور رو در به داغون شده؟ مال محمود داداش آیدین. اصلا گاف این بزرگتر که 170,000 تومن پولم دود شد دفعه با من پول نزول. مگه نزول کرده بودی پول رو؟ صداتو بیار پایین. آقا جون بفهمه اعدام میکنه. خاک بر سرت اسد. ده. چرا خاک تو سرم؟ فکر کردی ملت هم این سیفی کم عقلن؟ پولشون برنه که این من باش کار کنه؟ نمیدن که. بیچارمون کردی. من تا آخر عمرم قسطاشو بدم تموم نمیشه. اصلا انگار به من نیومده جایزیه جمع کنم. حالا کی گفته قرار قسطاشو تو بدی؟ من میرم نیه خودم. اسد خب میرفتی اونه که سالم مونده بود از تای دره جمع میکردی. به جون مرزیه میخواستم این کارو بکنم و این سیفیه بیهوش افتاده بود بسر جاده، ترس برم داشت بردمش بهداری، اشتباه کردم بعد میافتم تای دره. حالا چی کار میخوای بکنی؟ میخوام برم تای دره. حالا مرزیه جنسای خودمو ولش کن، وانت اعمادو چیکار کنم؟ اومدم. بله سلام سجاب سوان، همجه باشه؟ باید بریم پاسکا.